کتاب چهارم، مقدمه مترجم. در آغاز کتاب چهارم موضوع گفتگو شرایط زندگی اهالی شهر است و سقراط نظر خود را در این باب بیان می کند. قاعده اشتراک اموال که در پایان کتاب سوم به آن اشاره شده فقط شامل حال طبقه نگاهبانان است و صنعتگران می توانند اموال خصوصی داشته باشند، ولیکن بر نگاهبانان است که در این باب حد اعتدال را در شهر نگاه دارند و نگذارند ثروت و فقر پیدا شود، زیرا هر دو به حال شهر زیان آور است، مخصوصا از این جهت که میان اهالی نزاع می افکند و حالان که از هر چیز مهمتر همانا وحدت شهر است. سقراط به قدر این اصل را مهم می داند که معتقد است وسعت خاک کشور به هیچ وجه نباید از اندازه‌ای که با وحدت حکومت و اعمال قدرت مرکزی وفق دهد تجاوز نماید. در اینجا موضوع قانونگذاری پیش می آید و سقراط با تأکید این اصل که اگر زمامداران درست تربیت یافته باشند به خوبی می توانند درباره کارهای روزانه برای مردم شهر قانون وضع کنند، باز اهمیت خاصی برای مسئله تعلیم و تربیت قائل می شود. باری مسئله تأسیس شهر و تعیین وظایف و شرایط زندگی اهالی اینجا به پایان می رسد. البته خوانندگان به یاد دارند که فکر تأسیس شهر از اینجا به میان آمد که سقراط گفت اگر شهری با تبعیت از اصول عقل و منطق ایجاد شود، صفت عدالت یقینا در آن وجود خواهد داشت و با پی بردن به آن می توانیم کیفیت عدالت را در افراد نیز دریابیم. حال موقع این تجسس رسیده است. سقراط چنین عقیده دارد که صفات و محسنات اصلی فرد و جامعه بشری چهار است: حکمت و شجاعت و خیشتنداری و عدالت، و میگوید اگر از مجموع صفاتی که در شهر ما به ناچار وجود خواهد داشت سه صفت اول را منتزع کنیم، آنچه باقی خواهد ماند البته عدالت است. در نظر سقراط صفت اول یعنی حکمت صفت اختصاصی طبقه نگاهبانان یا زمامداران است، زیرا بر آنهاست که صحیح را از سقیم تمیز دهند و با قضاوت حکیمانه در باب امور کشور صلاح اندیشی کنند. صفت دوم یعنی شجاعت هم صفت اختصاصی مردان جنگی یا معاونین زمامداران است که حافظ مرز و بومند، و معنی حقیقی شجاعت هم این است که شخص از هیچ چیز جز از رذایل اخلاقی ترس نداشته باشد. و اما صفت سوم یعنی خیشتنداری یا فرونشاندن خواهش های نفسانی و اعتیاد به فرمان برداری و رعایت حد اعتدال به طبقه معینی اختصاص ندارد، بلکه همه مردم شهر بایستی دارای این صفات باشند. اکنون اگر این سه صفت را از مجموع صفاتی که با بقایای شهر ملازمه دارد جدا کنیم، یک صفت باقی میماند که تاکنون به حساب نیامده. بنابراین عدالت ناچار باید همان باشد و آن عبارت از رعایت حدود است، به این معنی که طبقات سگانه‌ای که در شهر مقرر گردید هر یک به وظیفه مخصوص خود عمل کند و از تجاوز به حدود دیگران بپرهیزد. این صفت که مستلزم انجام وظایف اختصاصی و تسلیم و انقیاد طبقات تابعه در برابر طبقه حاکمه است و به نتیجه نظم و اعتدال را در جامعه برقرار می کند، همانا عدالت است. و حال که کیفیت عدالت در شهر معلوم گردید، تشخیص چگونگی آن در فرد نیز آسان است، به این معنی که می بینیم نفس انسانی هم مانند هیئت اجتماع از سه جزء اصلی ترکیب یافته: یکی عقل که کار آن صلاح اندیشی در امر زندگی است، دوم غیرت که حافظ شرافت انسان است، سوم آرزو که وسیله جلب نیازمندی های بدن است. حال اگر این سه نیرو هر یک به وظیفه خود عمل نماید و مخصوصا دو قوه اخیر از نیروی عقل فرمانبرداری کنند، اعتدال در نفس انسان برقرار خواهد شد و همین تفکیک حدود و تسلیم در مقابل عقل و خرد عین عدالت است و خلاف آن یعنی تجاوز نیروهای سگانه به حدود یکدیگر و عدم هماهنگی بین آنها موجب اختلال و پریشانی و سرکشی نفس خواهد بود، که ظلم به معنی واقعی همان است. بنابراین می توان گفت که عدالت چه در شهر چه در نفس انسان ضامن نظم و سلامت است و ظلم موجب فساد و بیماری. حال اگر کسی بپرسد که عدل بهتر است یا ظلم، آیا کسی هست که در رجحان عدل تردید کند؟
در اینجا آدیمانتوس وارد صحبت شده گفت: ای سقراط، اگر کسی این ایراد را به تو بکند چه جواب می‌دهی؟ یعنی اگر بگوید که تو نگهبانان شهر را چندان خوشبخت هم نکرده ای و این تقصیر خود آنهاست، زیرا در حقیقت شهر متعلق به آنها است، ولی با این حال ایشان از هیچ یک از مزایای هیئت اجتماع که مورد استفاده حکام شهرهای دیگر است برخوردار نیستند. آن حکام دیگر مالک زمین می شوند، خانه های زیبا و باشکوه می سازند و آن را با اساس مجلل می آرایند. برای خدایان به نام خود قربانی ها می کنند، ضیافت هایی ترتیب می دهند و خلاصه آن چیزهایی که تو می گفتی، یعنی زر و سیم و اشیای دیگری که در دستگاه دولتمندان یافت می شود برای آنان فراهم است. و حالان که مردان جنگی شهر تو مانند سربازان مزدوری هستند که کاری جز پاسبانی ندارند. گفتم آری، این را هم میتوان اضافه کرد که این مردان تنها خوراکشان تأمین میشود و برخلاف سایر نگهبانان مزدی دریافت نمی کنند، به طوری که حتی اگر بخواهند به قصد تفریح سفر کنند از عهده آن بر نمی آیند و نیز نمی توانند به معشوقه های خود هدیه بدهند، و اگر مانند مردمی که خوشبخت محسوب می شوند بخواهند خوشگذرانی کنند خرج آن را تحمل نمی توانند کرد. اینها نکاتی بود که تو در بیان ایراد خود ذکر نکردی. بسیاری نکات دیگر هم از این قبیل هست. گفت: بسیار خوب، پس آنها را هم علاوه کن. گفتم: میپرسی که جواب من از چه قرار است؟ گفت: آری. گفتم: گمان میکنم اگر همان راهی را که تاکنون پیموده ایم دنبال کنیم جواب پیدا خواهیم کرد. یعنی خواهیم گفت عجب نیست که مردان جنگی ما حتی با همین کیفیات هم کاملا خوشبخت باشند. ولی اساسا منظور ما از تأسیس شهر این نبود که طبقه مخصوصی از مردم آن را بیش از دیگران نیکبخت سازیم، بلکه میخواستیم حد اکثر سعادت ممکنه را برای همه شهر تأمین کنیم، زیرا عقیده داشتیم که در یک چنین شهری یقینا عدالت به بهترین وجه حکم فرما خواهد بود، همچنان که در شهر فاسد ظلم حکومت می کند، و امید داشتیم که با توجه به این دو حقیقت موضوعی را که مدتی است مورد بحث ما است حل کنیم. فعلا ما به عقیده خود شهر سعادتمندی را تأسیس می کنیم و قصد تبعیض نداریم، یعنی نمیخواهیم عده معدودی از اهالی آن را نیکبخت سازیم، بلکه در صدد تأمین سعادت همه شهر هستیم. وقتی از این کار فارغ شدیم درباره شهری که عکس این است بحث خواهیم کرد. حال اگر ما مشغول رنگ کردن مجسمه‌ای باشیم و کسی بیاید و ببیند که ما چشم را که زیباترین عضو بدن است رنگ سیاه میزنیم نه رنگ ارغوانی، و بنابر این بر ما خورده گیرد که چرا زیباترین رنگ‌ها را بر زیبا ترین اعضای بدن نمیزنیم، جواب متینی میتوانیم به او بدهیم. یعنی میتوانیم بگوییم: ای آقای عزیز، انتظار نداشته باش که ما چشم را به وسیله رنگامیزی آنقدر زیبا کنیم که دیگر اصولا چشم نباشد، و یا همین کار را نسبت به عضو دیگری بکنیم. تو باید به این نکته توجه کنی که چنانچه ما هر عضوی را به رنگ شایسته آن بیاراییم، آیا از این راه زیبایی مجموع فراهم میشود یا نه. اینک موضوع بحث ما هم همین حکم را دارد. پس توقع نداشته باش که ما نگهبانان را به قدری خوشبخت کنیم که اصولا دیگر نگهبان نباشند. این توقع مانند آن است که ما جامه های فاخر بر ورزگران بپوشانیم و تاج طلا بر سر آنها بنهیم و به آنها اجازه دهیم که زمین را فقط وقتی شخم کنند که دلشان بخواهد، و یا کوزه‌گران را در کنار آتش گرد آوریم تا بر تخت تکیه کنند و بنوشند و بخورند، و هر وقت مایل شدند که کار کنند چرخ خود را که در کنار آنها قرار خواهد داشت به کار اندازند، و یا اینکه برای همه مردم دیگر هم یک چنین وضع خوشی فراهم سازیم به تصور آنکه بدین طریق موجبات سعادت تمام شهر ایجاد می شود. ولی بهتر است احتیاط کنی و از این گونه پندها به ما ندهی، زیرا اگر آن را بپذیریم برزگر دیگر برزگر نخواهد بود و کوزگر هم دیگر کوزگر نخواهد بود، و چون هیچ کس به حرفه خود عمل نخواهد نمود اصولا دیگر شهری وجود نخواهد داشت. به علاوه این عیب اگر بین صنعتگران بروز کند اثرش آنقدر وخیم نیست تا اینکه بین مردان جنگی پیدا شود، زیرا مثلا اگر پینه دوز فاسد و بد شود و خود را به دروغ پینه دوز معرفی نماید، این برای مملکت چندان وخیم نخواهد بود. ولیکن اگر حافظ قوانین و مملکت فقط اسمن حافظ باشد، ملاحظه میکنی که کشور را یک باره به نیستی خواهد کشاند، و حالان که تنها اوست که باید حسن انتظام و سعادت کشور را تأمین کند. با
باری ما می‌خواهیم نگهبانان واقعی تربیت کنیم که آنها به هیچ وجه آسیبی به مملکت نرسد. پس اگر مدعی ما برعکس بخواهد این مأمورین وظیفه شناس را مبدل به نوعی از برزگران و مردمان عیاش و خوشگذران نماید، پیداست که منظور او چیزی غیر از تأسیس شهر است. بنابراین ملاحظه نماییم که آیا هدف ما از انتصاب نگهبانان این بود که حداکثر سعادت آنها را تضمین کنیم و یا این بود که مصالح همه شهر را در نظر گرفته و سعادت عمومی را بخواهیم و مردان جنگی و نگهبانان و خلاصه همه اهالی شهر را خواه به جبر خواه با منطق وادار سازیم که وظایف مخصوص خود را به بهترین طرز ممکن انجام دهند، تا آنگاه که در پرتو یک حکومت عاقله امور شهر رونق گرفت، طبقات مختلف مردم هر یک در حدود سهم طبیعی خود از این سعادت همگانی برخوردار شوند. گفت: بسیار خوب گفتی. گفتم: نکته دیگری در این خصوص به نظرم میرسد، ملاحظه کن که درست است یا نه. گفت: آن چیست؟ گفتم: دو چیز ممکن است موجب انحطاط و فساد صاحبان فن شود. میخواهیم ببینیم که همین طور است یا نه. گفت: آن دو چیز کدام است؟ گفتم: ثروت و فقر. گفت: چطور؟ گفتم: این طور، اگر یک کوزه‌گر متمول شود، خیال میکنی باز هم به کارش علاقه خواهد داشت؟ گفت: نه. گفتم: آیا نه این است که روز به روز تنبلتر و بی‌علاقه‌تر خواهد شد؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس کوزه‌گر بدتری می‌شود. گفت: آری، خیلی هم بدتر می شود. گفتم: از طرف دیگر اگر در نتیجه فقر نتواند افزار کار و چیزهای دیگری را که برای حرفش لازم دارد فراهم کند، از مرغوبیت اشیایی که می سازد کاسته خواهد شد و اگر بخواهد هنر خود را به فرزندانش یا به دیگران بیاموزد، شاگردانش کارگر قابلی نخواهند شد. گفت: جز این نمیتواند بود. گفتم: پس فقر و ثروت هم از ارزش کار و هم از قابلیت کارگر هر دو میکاهد. گفت: بدیهی است. گفتم: پس ظاهرا ما برای نگهبانان خود وظیفه تازه‌ای پیدا کرده ایم و آن این است که با توسل به همه نوع احتیاط نگذارند این دو مایه فساد مخفیانه در شهر رخنه کند. گفت: کدام مایه فساد؟ گفتم: ثروت و فقر، زیرا آن یک مولد تنپروری و بطالت و انقلاب است و این یک موجب انقلاب و پستی و تمایل به بدکاری. گفت: بسیار درست گفتی، اما ای سقراط، نکته ای هم هست که نباید از آن غافل شد و آن این است که اگر شهر ما نقدینه‌ای نیاندوخته باشد، چگونه میتواند جنگ کند؟ علل خصوص اگر مجبور شود که با شهری قوی و ثروتمند بجنگد. گفتم: راست است که مقاومت در برابر شهر واحد دشوار خواهد بود، اما مبارزه با دو شهر از آن شهرهایی که تو میگویی اشکالش کمتر است. گفت: چه میگویی؟ گفتم: اولا آیا نه این است که مردان ما که ورزشکار و آماده کارزار هستند در میدان مبارزه با اشخاصی ثروتمند طرف خواهند بود؟ گفت: تصدیق میکنم. گفتم: ای آدیمانتوس، آیا به نظر تو مشتزنی که برای مبارزه کاملا تربیت شده باشد نمیتواند از عهده دو حریفی که از مشتزن بی اطلاع و به علاوه ثروتمند و فربه هم باشند برآید؟ گفت: نه، یا لااقل در این حال از عهده هر دو نفر بر نخواهد آمد. گفتم: آیا حتی به وسیله حمله و گریز هم از عهده آنها بر نمی آید؟ به این معنی که هر بار که عقب نشینی می کند برگشته و آن یک را که به او نزدیکتر است بزند و این کار را در گرمای آفتاب سوزان چند بار تکرار کند؟ آیا یک چنین مردی نمی تواند حتی بیش از دو آن چنان حریف را از پا درآورد؟ گفت: چرا، می تواند و تعجب هم ندارد. گفتم: آیا خیال نمی کنی که اشخاص ثروتمند در باب مشتنی بیش از جنگ معلومات و تجربه داشته باشند؟ گفت: چرا، از این بابت شکی ندارم. گفتم: پس بعید نیست که هر یک از ورزشکاران ما بتواند به آسانی از عهده دو یا سه حریف برآید. گفت: موافق هستم، زیرا به نظر من حق با توست. گفتم: پس اگر آنها نماینده‌ای به یکی از آن دو شهر بفرستند و این حقیقت را بگویند که ما زر و سیم به کار نمی بریم، زیرا این چیزها برای ما ممنوع است اما برای شما ممنوع نیست، پس بیایید و با ما متحد شوید و دارایی دشمن از آن شما خواهد بود. در آن صورت به عقیده تو کسانی که این پیشنهاد را می شنوند کدام یک از این دو شق را اختیار خواهند کرد؟ یکی ستیزه با سگهای تیز دندان و لاغر، دیگر هم پیمان شدن با آنها در برابر گوسفندان پروار و لطیف. آیا شق اول را انتخاب خواهند کرد؟
گفت: گمان نمی کنم، اما اگر یک شهر تمبل شهرهای دیگر را نزد خود گرد آورد، موقعیت آن برای شهرهای فاقد ثروت بسیار خطرناک خواهد شد. گفتم: عجب فکری اندیشیدی که نام شهر را بر جامعه‌ای غیر از آن که ما تأسیس کردیم اطلاق کنی. گفت: چطور؟ گفتم: مگر نمی دانی که برای شهرهای دیگر باید نام بزرگتری به کار برده، زیرا آنها هر کدام یک واحد نیستند، بلکه به طوری که در بازی‌ها در اینجا زیر نویس داره اشاره به یک بازی قدیمی یونانی معروف به بازی شهر هاست. ادامه: مصطلح هست هر یک چند شهر است. در حقیقت هر کدام از آنها دو شهر متخاصم در درون خود دارد، شهر فقرا و شهر ثروتمندان، و برای هر یک از اینها هم بسیاری تقسیمات فرعی میتوان قائل شد. حال اگر تو همه آنها را کشور واحد تلقی کنی، یقینا موفق نخواهی شد. اما اگر آنها را مرکب از اجزای مختلف بدانی، در آن صورت میتوانی دارایی و قدرت و زندگانی بعضی را به بعض دیگر تسلیم کنی و همیشه همپیمانهای تو زیاد و دشمنان تو کم خواهند بود، و شهر تو در پرتو نظمی که در آن تأسیس کردیم، مادام که عاقلانه اداره شود، عظمت خواهد داشت. آن هم نه به ظاهر بلکه در حقیقت، ولو تعداد مردان جنگی آن بیش از 1000 نفر نباشد، و شهری به آن عظمت نه در میان اقوام یونانی پیدا خواهی کرد، نه در بین ملل غیر متمدن. با اینکه بسیاری شهرها هستند که به ظاهر چند بار بزرگترند، آیا به نظر تو حقیقت امر غیر از این است؟ گفت: نه، قسم به زئوس که همین است. گفتم: پس ما بدین ترتیب حد عادلانه‌ای میتوانیم پیدا کنیم که حکمرانان ما در بسط و توسعه شهر باید آن را رعایت کنند، و پس از رسیدن به آن حد دیگر از کشورگشایی دست بردارند. گفت: آن حد کدام است؟ گفتم: عقیده من این است که توسعه شهر مادام که وحدت آن را به خطر نیندازد مجاز است، اما نه بیش از حد. گفت: بسیار خوب گفتی. گفتم: پس این هم دستور دیگری است که ما باید به نگهبانان خود بدهیم، به این معنی که منتهای مراقبت را به خرج دهند که شهر نه زیاد کوچک باشد نه زیاد بزرگ، بلکه حد وسط را نگاه داشته و وحدت خود را حفظ کند. گفت: این دستور شاید چندان مهم نباشد. گفتم: آن دستوری که پیش ذکر کردیم حتی کم اهمیت تر هم هست. ما پیش از این گفتیم که لازم است اطفال ناقابل نگاهبانان به طبقات دیگر ترزل داده شوند، و برعکس اطفال قابلی که ممکن است در طبقات دیگر به وجود آیند به مقام نگاهبانی ارتقا یابند. منظورم این بود که اولیای امور باید سایر اهالی شهر را هم به کارهایی بگمارند که از آنان ساخته باشد، به طوری که هر یک فرد وظیفه واحدی داشته باشد و منحصراً به شغلی که مناسب حال اوست بپردازد، و به این طریق وحدت خود را حفظ کند و از تشتت بپریزد، تا شهر هم وحدت خود را نگاه داشته و از کثرت محفوظ ماند. گفت: این دستور حقیقتاً از آن دستور دیگر کم اهمیت تر است. گفتم: آری آدیمانتوس عزیز، این قواعد متعددی که ما وضع می‌کنیم در درجه اول اهمیت نیست، هرچند ممکن است اینطور تصور شود، بلکه از همه آنها میتوان صرف نظر کرد، مشروط بر آنکه آن دستوری که میتوانیم آن را تنها دستور مهم یا به عبارت صحیح‌تر دستور کافی بخوانیم رعایت شود. گفت: آن دستور کدام است؟ گفتم: تعلیم و تربیت است، زیرا اگر اهالی شهر ما در پرتو تربیت صحیح خردمند شوند، همه این مسائل را به آسانی درک خواهند کرد. همچنین مسائل دیگری را که اکنون به آن نمی پردازیم، مانند تملک زنان و ازدواج و زاد و ولد و همه آن چیزهایی که به موجب مسئله معروف باید حتی المقدور بین دوستان مشترک باشد. در اینجا زیر نویس داره: شاید اشاره به گفته فیثاغورس باشد به این مضمون که همه چیز دوستان مشترک است. ادامه مطلب. گفت: بسیار درست است. گفتم: شکی نیست که شهری که پایی آن خوب گذاشته شده باشد، مانند چرخی است که وقتی خوب به حرکت افتاد سرعت می‌گیرد. تعلیم و تربیت اگر به حد کمال فراهم شود، نهاد انسان را اصلاح می‌کند، و طبایع پسندیده انسانی هم آنگاه که با تربیت کامل توأم شوند، از همه حیث بیش از پیش تکمیل می‌گردند.
علل خصوص از حیث اصلاح نژاد، همانطور که بین حیوانات هم دیده می شود. گفت ظاهراً باید همینطور باشد. گفتم پس اگر بخواهیم مطلب را در دو کلمه بیان کنیم، باید بگوییم که نگاهبانان شهر باید با منتهای هوشیاری نگذارند که فساد در امور تربیتی راه یابد، بلکه باید در همه حال مراقب باشند که در تعلیمات بدنی و روحی هیچ بدعتی مخالف با نظم موجود گذاشته نشود و باید همه مساعی خود را به کار برند. تا کسی این قول شاعر را که میگوید انسان تازه ترین آوازی را که از دهان خنیاگر بشنود بیشتر میپسندد. اینطور تعبیر تحسین نکند که منظور نوع جدید الاختراعی از موسیقی است و حالان که مقصود آواز تازه ای از همان نوع قدیم است. پس این نخستین تعبیر از فکر شاعر درست نیست و بدعت گذاشتن در موسیقی کاری است که باید از آن پرهیز کرده، زیرا خطر آن برای شهر زیاد است و اگر قول دامون را قبول داشته باشیم، تغییر دادن مقامات موسیقی بدون متزلزل ساختن قوانین اساسی شهر ممکن نیست و عقیده من هم همین است. گفت مرا هم در جزو صاحبان این عقیده محسوب کن. گفتم پس این طور به نظر می رسد که نگاهبانان ما باید دژ شهر را بر روی شالوده موسیقی برپا کنند. گفت آری، شکی نیست که نافرمانی از همینجا در شهر رخنه می کند و کسی هم متوجه آن نمی شود. گفتم آری، چون در لباس تفریح و با ظاهری بی آزار جلوه می کند. گفت راست است که این عیب اول رفته رفته در آداب و عادات راه پیدا می کند و پس از آن قوت گرفت، وارد پیمانهایی که مردم با یکدیگر می بندند می شود و از آن پیمانها هم تجاوز کرده با منتهای گستاخی در قوانین و اصول کشورداری نفوذ می کند و به نتیجه ای سقراط هیچ چیز را باقی و برقرار نمی گذارد، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی. گفتم آیا حقیقتا اینطور است؟ گفت عقیده من این است. گفتم پس به طوری که در ابتدای بحث هم گفتیم، ما باید بازی‌های کودکان خود را از همان سال‌های اول تابع قواعد سخت‌تری قرار دهیم، زیرا اگر بازی قانون نداشته باشد، اطفال هم به بی‌قانونی عادت می‌کنند و وقتی بزرگ شدند مردان وظیفه شناس و درستکار نخواهند بود. گفت غیر از این نمیتواند بود. گفتم پس اگر بازی‌های اطفال از همان اول تابع قانون قرار گیرد و اگر به مدد موسیقی عشق قانون در دل اطفال جایگزین شود، در نتیجه کودکان ما به خلاف آنهایی که به قانون خو نگرفتند، در همه احوال زندگانی عشق قانون را با خود همراه خواهند داشت و این علاقه همواره افزایش پیدا می کند و هر گونه نظم و نسقی را که از بین رفته باشد دوباره برقرار می نماید. گفت راست است. گفتم این مردان قواعد مربوط به امور جزئی را هم که پیشینیان آنها به کلی آن را در بوته فراموشی گذاشته بودند دوباره پیدا خواهند کرد. گفت آن قواعد کدام است؟ گفتم آن قواعد از این قرار است: جوان باید به حکم آداب پسندیده در پیشگاه سالخوردگان خاموش باشد و آنان را بنشاند و پیش پای آنها برخیزد، به پدر و مادر خود احترام کند و در طرز کوتاه کردن مو و انتخاب لباس و کفش و آرایش ظاهری و خلاصه هر چیز از این قبیل مراعات رسوم جاریه را بنماید. آیا خیال نمی کنی که آن مردان همه این قواعد را پیدا خواهند کرد؟ گفت چرا؟ گفتم به نظر من قانونگذاری راجع به این گونه امور کاری است کودکانه. در هیچ جا چنین کاری نمی کنند و این نوع دستورها چه شفاهی باشد چه کتبی هرگز دوام نخواهد داشت. گفت واقعا هم همین است. گفتم ای آدیمانتوس، می توان گفت که وقتی زندگانی انسان در نتیجه تربیت اولیه در راه معینی افتاد، زندگی آینده او هم همان راه را خواهد پیمود، مگر نه این است که هر چیزی مثل خود را می طلبد؟ گفت یقین است. گفتم به نظر من ما می توانیم بگوییم که این تربیت اهم از آن که در راه خوب باشد یا بد، سرانجام به نتیجه کامل و با اهمیتی منجر خواهد شد. گفت آری، هیچ چیز مانع آن نمی تواند بود. گفتم به همین دلیل است که من از این پس در سند قانونگذاری نسبت به این امور بر نخواهم آمد.
گفت حق با تو است. گفتم تو را به خدایان قسم، آیا سزاوار است که ما در مورد این قبیل مسائل تکلیف قانونی معین کنیم؟ مثلا نسبت به کارهای بازرگانی مانند پیمانهایی که مردم با یکدیگر می‌بندند، قرارهایی که با پیشوران گذاشته می‌شود، ناسزاگویی و کتککاری، دادخواهی، طرز تعیین قضات، باج‌هایی که باید در بازار و بندرگاه وصول یا پرداخت شود و به طور کلی یک عده کارهای معمول مربوط به حفظ نظم در بازار و کوچه‌ها و بندرها و امور دیگر از این قبیل. گفت آری، کار بیهوده این است که نسبت به این امور برای مردم درستکار قانون وضع کنند، زیرا آنها به خودی خود اکثر قواعدی را که باید به کار بست به آسانی پیدا خواهند کرد. گفتم دوست عزیز، این در صورتی است که آنان به تأیید خداوند قوانین را که ما پیش از این ذکر کردیم حفظ کنند. گفت آری، بدون آن تأیید آنها همه عمر را به تنظیم و ترمیم بسیاری از این گونه قوانین خواهند گذراند، به امید آنکه بالاخره کمال مطلوب را پیدا کنند. گفتم در حقیقت مسئله این اشخاص مسئله مریضی است که در برابر تمایلات خود بی اختیار است و نمیتواند از ناپرهیزی دست بکشد. گفت همین است. گفتم به این اشخاص چندان هم بد نمیگذرد، به خیال خودشان از خود مواظبت میکنند و حالان که فقط بر اشکال و خطر بیماری خود می افزایند، ولی با این وصف وقتی کسی دوایی به آنها پیشنهاد کند باز هم امید دارند که وسیله آن دوا شفا یابد. گفت آری، وضع این گونه بیمارها درست همین است. گفتم چنانچه کسی با کمال صداقت به آنها بگوید که اگر شما دست از مستی و شکم پرستی و خوشگذرانی و بیکاری بر ندارید، نه دارو، نه داغ، نه جراحی، نه افسون، نه تلسم، نه هیچ چیز دیگر از این قبیل به حال شما سودی نخواهد داشت، وی را دشمن صلبی خیش میپندارند. این رویه بی تفریح هم نیست. گفت چه حسنی دارد که انسان بر کسانی که به او پند می‌دهند خشم گیرد؟ گفتم پیداست که تو زیاد طرفدار این گونه مردم نیستی. گفت از این بابت مطمئن باش. گفتم پس اگر رفتار همه شهر از این قرار باشد، البته تو آن را نخواهی پسندید. حال نظر تو چیست؟ آیا نه این است که کار این بیمارها درست همان کاری است که دولت‌های نامنظم می‌کنند، به این معنی که اتباع خود را با تهدید به اعدام از هر گونه تصرف در قانون اساسی منع می‌نمایند و حالان که هر کس نسبت به متمتعین از آن قانون بیشتر تملق گوید و برای خوشایند آنها خود را خار کند و آرزوهای آنان را پیش بینی کرده و خیشتن را وقف انجام آن سازد، در زمره میهن پرستان و سیاستمداران بزرگ محسوب گردیده و مورد همه نوع تجلیل واقع می شود. گفت آری، کار این شهرها درست همین است و من به هیچ وجه آن را نمی پسندم. گفتم اما اگر تو حال کسانی را در نظر بگیری که با رغبت و اشتیاق به آن شهرها خدمت می کنند، آیا شجاعت و حس ارفاق آنان را تحسین نخواهی کرد؟ گفت چرا، من آنها را تحسین می کنم، اما نه آنهایی که فریب می خورند و اینطور خیال می کنند که چون توده مردم به آنها آفرین می گویند پس باید واقعا سیاستمدار بزرگی باشند. گفتم چه می گویی؟ چرا درباره اینان اغماز نمی کنی؟ تصور کن که شخصی از اندازه گیری عاجز باشد و بسیاری مردم نادان مثل خود او به گوش او بخوانند که بلندی قامت تو 4 ذر است. آیا به عقیده تو این شخص میتواند از قبول این تلقین خودداری کند؟ گفت نه، گمان نمی کنم بتواند خودداری کند. گفتم پس بر آنها سخت نگیر. در واقع تماشای کار آن مردم بی تفریح نیست. برای خودشان قوانین از آن نوع که می گفتیم وضع می کنند و اصلاحاتی در آن به عمل می آورند و همواره به این امید دلخوشند که به فسادهایی که در پیمانها و مواردی که لحظه های پیش ذکر می کردیم راه می یابد خاتمه خواهند داد. غافل از این که کار آنها در حکم بریدن سر آن ماری است که هر دفعه سر او را قطع کنند سر دیگری بلند می کند. گفت حقیقتا کار آنها غیر از این نیست.
گفتم و اما من به سهم خود صلاح نمی دانم که در هیچ حکومتی اهم از خوب یا بد قانونگذار حقیقی زحمت وضع این گونه قوانین و مقررات را به خود بدهد، زیرا اگر حکومت بدی باشد این کار بیهوده است و عیبی را اصلاح نمی کند و اگر حکومت خوبی باشد هر کس می تواند یک قسمت از آن قوانین را کشف کند و بقیه به خودی خود از عادات مکتسبه قبلی به وجود می آید. گفت پس در مورد قانونگذاری کار ما چیست؟ گفتم ما کاری نداریم، بلکه این کار آپولون رب النوع دلف است که باید مهمترین و زیباترین قوانین را به ما الهام کند. گفت آن قوانین کدام است؟ گفتم قوانین مربوط به تأسیس عبادتگاه ها و قربانی ها و به طور کلی آیین پرستش خدایان و فرشتگان و پهلوانان و همچنین رسوم مربوط به آرامگاه مردگان و طرز تجلیل و جلب نظر مساعد آنها است، زیرا ما از این امور غافلیم و حال که مؤسس شهری شده ایم اگر عاقل باشیم باید از هیچ کس به جز خداوند ملی خود اطاعت و پیروی ننماییم، زیرا آن رب النوع مفسر دین ما است و جای خود را در مرکز و ناف زمین قرار داده تا از آنجا آدمیزاد را. گفت بسیار خوب گفتی، کار ما باید از همین قرار باشد. در اینجا زیر نویس داره اشاره به تخته مرمر سفید یا سنگی است که یونانیان آن را نشانه مرکز زمین می دانستند. آنها چنین عقیده داشتند که زئوس دو عقاب، یکی از مشرق و یکی از مغرب، روانه کرد که در مرکز زمین به یکدیگر برسند و به مناسبت این عقیده در دو طرف تخت سنگ مزبور دو عقاب طلایی قرار داده بودند. در بسیاری از آثار یونان این محل را مسند زئوس خواندند. گفتم اکنون ای پسر آریستون، شهر ما تأسیس شده و تنها کاری که برای ما باقی مانده این است که مطلوب خود را در آن شهر پیدا کنیم. پس برو و از جای یک مشعل مناسب پیدا کن و برادرت پل مارکوس و دیگران را به کمک بخواه تا همه به اتفاق جستجو کنیم و ببینیم که عدل و ظلم هر یک در کجا جا دارد و فرق آنها با یکدیگر چیست و اگر انسان طالب سعادت باشد به کدام یک از آن دو باید توسل جوید، خواه اعمال خود را بتواند از نظر خدایان و مردمان پوشیده دارد یا نه. گفت این تقاضای تو بیجاست، مگر قرار نبود که تو خود به این تفحص بپردازی؟ مگر نگفتی که اگر من با همه قوا در راه کمک به عدل نکوشم خدا ناشناسم؟ گفتم تذکری که من میدهی بجاست و من باید از عهده قول خود برایم، اما شما هم باید به من کمک کنید. گفت بسیار خوب، ما به تو کمک خواهیم کرد. گفتم اگر از آن طریقی که من در نظر دارم پیش برویم امیدوارم که مطلوب خود را پیدا کنیم. حال اگر ما شهر خود را خوب تأسیس کرده باشیم باید شهر کاملی باشد. گفت البته. گفتم پس واضح است که چهار صفت در آن وجود دارد، یعنی حکمت و شجاعت و خیشتنداری و عدالت. گفت آری واضح است. گفتم پس هر کدام از این صفتها را که ما در شهر خود پیدا کنیم بقیه آنهایی خواهند بود که کشف نکرده ایم. گفت این از بدیهیات است. گفتم فرض کن که چهار چیز در جایی وجود داشته باشد و ما در جستجوی یکی از آنها باشیم، اگر آن یک را از اول بشناسیم مقصود ما حاصل است و اگر آن سه چیز دیگر قبلا بر ما مکشوف باشد بدین وسیله می توانیم آن یک را که مورد جستجوی ماست بیابیم، زیرا بدیهی است که در این صورت آنچه ما می جوییم همان یکی است که باقی مانده. گفت همین است. گفتم آیا در مورد این صفات هم که شمار آن درست چهار است نباید همین طریق را پیش گیریم؟ گفت چرا؟ گفتم از این صفات آن که در نظر اول مشاهده می شود حکمت است و در این صفت نکته عجیبی هست. گفت آن چیست؟ گفتم به نظر من شهری که ما ترک کردیم صاحب حکمت و حسن تدبیر است. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اما همین حسن تدبیر خود علمی است، زیرا بدیهی است که این صفت از علم سرچشمه میگیرد نه از جهل. گفت واضح است. گفتم اما بسیاری علوم از هر قبیل در شهر وجود دارد. گفت البته. گفتم مثلا علم نجاری آیا به مناسبت این علم است که میگوییم شهر ما صاحب حکمت و حسن تدبیر است؟ گفت نه، بلکه به مناسبت این علم فقط میتوان گفت که شهر صاحب فن نجاری است. گفتم ساختن افزار چوبی هم علمی دارد که بهترین طریقه تهیه آن آلات را به دست میدهد، اما به مناسبت این علم هم نیست که ما شهر خود را صاحب حکمت میدانیم. گفت نه.
گفتم پس به مناسبت علم ساختن اشیاء برنجی و سایر چیزهای شبیه آن هم نیست؟ گفت نه، هیچ یک از این علوم نیست. گفتم علم کشت و زرع چطور؟ گویا از این بابت هم فقط میتوان گفت که شهر صاحب فن کشاورزی است. گفت آری. گفتم آیا نه این است که در شهری که ما تأسیس کردیم علمی هم وجود دارد که نزد افراد معدودی یافت میشود و موضوع آن بحث درباره یک شیء معین نیست، بلکه درباره شهر من حیث المجموعه است و هدف آن این است که سازمان داخلی و روابط شهر با شهرهای دیگر به بهترین وجه اداره شود؟ گفت البته چنین علمی هست. گفتم آن علم کدام است و صاحب آن کیست؟ گفت آن علم مملکتداری است و نزد کسانی یافت می شود که نام نگهبان کامل را به آنها اطلاق نمودیم. گفتم به مناسبت وجود این علم چه صفتی برای شهر قائل می شویم؟ گفت صفت حسن تدبیر و حکمت حقیقی. گفتم آیا به عقیده تو شماره آهنگران در شهر ما بیشتر از شماره نگهبانان حقیقی نخواهد بود؟ گفت خیلی هم بیشتر خواهد بود. گفتم اگر تو این طبقه نگهبانان را با سنف‌های دیگر که هر یک به مناسبت علم خود نامی دارد مقایسه کنی، آیا معلوم نخواهد شد که افراد آن از افراد همه آن سنف‌ها کمترند؟ گفت خیلی کمترند. گفتم بنابراین شهر ما که بر طبق ناموس طبیعت تأسیس شده است، من حیث المجموع حکمت خود را مدیون کیست؟ مدیون محدودترین طبقه و کوچکترین جزء خیش است که مناسبت علمی که دارد بر شهر ریاست و حکومت می کند. پس صاحبان این علم که در میان همه علوم نام حکمت تنها بر آن قابل اطلاق است، طبقه است که به حکم طبیعت افراد آن از همه طبقات کمترند. گفت راست است. گفتم پس این یکی از چهار چیز بود که نمیدانم به چه طریقی هم خود و هم محل آن را پیدا کردیم. گفت عقیده من باید از این کشفی که کردیم راضی باشیم. گفتم اما درباره شجاعت و اینکه این صفت در چه قسمت از شهر یافت می شود که مناسبت آن می گوییم شهر ما صاحب شجاعت است، به نظر من این چیزی است که پیدا کردنش چندان دشوار نیست. گفت چطور؟ گفتم مگر نه این است که برای تشخیص اینکه شهر جبان است یا شجاع فقط به آن قسمت از مردم شهر توجه می کنیم که کار جنگ را به عهده دارند؟ گفت آری، توجه ما تنها به همان قسمت است. گفتم به عقیده من جبن یا شجاعت شهر ما مربوط به این نیست که سایر اهالی بزدل باشند یا دلیر. گفت نه، مربوط به آن نیست. گفتم شهر ما صفت شجاعت را مرهون جزی از خود می باشد که کار آن همواره محافظت عقیده عمومی نسبت به آن چیزهایی است که عامه باید از آن برحذر باشند و این همان چیزهایی است که قانونگذار در تحت تعلیم و تربیت مقرر داشته است. آیا شجاعت همین نیست؟ گفت این بیان تو را خوب نفهمیدم، تکرار کن. گفتم سخن من این بود که شجاعت یک نوع محافظت است. گفت محافظت چه چیز؟ گفتم محافظت عقیده عمومی در باب نوع و چگونگی اموری که مردم باید از آن برحذر باشند و این عقیده را قانون از طریق تربیت ایجاد می کند. و نیز اضافه کردم که شجاعت در همه احوال این عقیده را محافظت می کند، یعنی در پرتو این صفت است که انسان خواه هنگام اندوه و خواه هنگام خوشی یا آرزو یا ترس آن عقیده را از دست نمی دهد. حال اگر خواسته باشی می توانم مطلب را با یک مقایسه روشن‌تر کنم. گفت آری، خوب فکریست. گفتم می دانی که رنگ رز اگر بخواهد رنگ ارغوانی به پشم بزند، اول از میان همه رنگ ها پشم سفید را انتخاب می کند. سپس با منتهای دقت آن را طوری آماده می کند که حتی المقدور جلای رنگ ارغوانی را به خود بگیرد. آنگاه پشم را رنگ می زند و رنگی که به دن طریق زده شود دیگر محو شدنی نیست و هیچ گونه شستشویی خواه با آب ساده خواه با مواد محلل جلای آن را از بین نخواهد برد. و حالان که در غیر این صورت، یعنی اگر این عمل مقدماتی انجام نیافته باشد، می دانی که پشم خواه رنگی باشد خواه سفید چه وضعی پیدا می کند؟ گفت می دانم، رنگ آن می رود و حالتی بدنما پیدا می کند. گفتم حال تصور کن که ما هم کاری پیش گرفته ایم که می خواهیم در انجام آن حتی المقدور همین رویه را به کار بریم، یعنی می خواهیم سربازانی انتخاب و تربیت روحی و جسمی آنان را تأمین کنیم. فرض کن هدف ما این باشد که اینان زیباترین رنگ قوانین را به خود بگیرند تا بر اثر نیکویی، سیرت و حسن تربیت دارای عقیده راسخی درباره محرمات و غیر آن گردند و رنگ آنها از تأثیر مواد محلل محفوظ ماند.
منظورم لذایز نفسانی است که از این لحاظ تأثیر آن از هر اشنان و قلیایی بیشتر است، یا رنج و ترس و شهوت که هر یک از آنها قوی ترین محلل است. باری قوه‌ای که همواره عقیده درست و مشروعی نسبت به آنچه باید از آن برحذر بود و سایر امور در اذهان عامه برقرار می‌دارد، من آن را شجاعت می‌خوانم، مگر آنکه تو ایرادی داشته باشی. گفت ایرادی ندارم و خیال می‌کنم که اگر آن عقیده درست در باب این امور نتیجه تربیت نبوده بلکه ناشی از طبیعت حیوانی و غیر عاقله باشد، نه تنها تو آن را عقیده ثابتی نمی‌دانی بلکه نام شجاعت را هم اصولاً بر آن اطلاق نمی‌نمایی. گفتم نظر تو کاملاً صحیح است. گفت پس تعریفی را که در باب شجاعت کردی تصدیق می‌کنم. گفتم اگر همین تصدیق را نسبت به شجاعت سیاسی هم بنمایی خطا نیست، ولی اگر موافق باشی بهتر است در این باب وقت دیگری صحبت کنیم، زیرا اکنون موضوع تفحص ما دیگر شجاعت نیست بلکه عدالت است و گمان می‌کنم که در باب شجاعت به اندازه کافی جستجو کرده باشیم. گفت راست است. گفتم اینک دو چیز باقی مانده که ما در شهر خود پیدا کنیم، یکی خیشتنداری است، دیگر آن چیزی که موضوع همه این بحث می باشد، یعنی عدالت. گفت آری. گفتم آیا می توانیم پیش از آن که به موضوع خیشتنداری بپردازیم کیفیت عدالت را کشف کنیم؟ گفت من به سهم خود چیزی از این موضوع نمیدانم، ولی دوست ندارم که اول عدالت را کشف کنیم، زیرا در آن صورت از بحث درباره خیشتنداری باز خواهیم ماند. پس اگر میخواهی مرا خوشنود سازی، اول در باب خیشتنداری صحبت کن و پس از آن در باب عدالت. گفتم البته چنین خواهم کرد، زیرا رد خواهش تو خطاست. گفت پس بحث خود را آغاز کن. گفتم بسیار خوب. این صفت در نظر اول بیش از صفات پیشین شبیه به سازش و هماهنگی اصوات است. گفت چطور؟ گفتم خیشتنداری یک نوع نظم و تسلط بر لذات و شهوات است و از آنجاست که در اصطلاح میگویند فلانی مالک نفس خیش است و عبارات دیگری هم شبیه به همین مضمون هست که گویی اثری است که این صفت را در زبان باقی گذاشته است. گفت کاملا صحیح است. گفتم اما اصطلاح مالک نفس خیش بودن در حقیقت مهمل است، زیرا کسی که میگوییم مالک نفس خیش است در این حال بنده نفس خود نیز هست، و کسی که بنده نفس خیش است مالک نفس خود نیز هست، و هر کدام از این عناوین را که به کار بریم منظور شخص واحد است. گفت صحیح است. گفتم اما به نظر من معنی این اصطلاح آن است که نفس انسانی دو جزء دارد، یکی جزء بهتر یکی جزء بدتر. هرگاه جزء بهتر بر جزء بدتر مسلط شود، میگویند شخص مالک نفس خیش است و این منباب مدح است، و هرگاه برعکس در نتیجه تربیت بد با یک نوع معاشرت جزء بهتر نفس انسان مغلوب و مقهور قوه بد گردد، آنگاه در مورد کسی که دچار چنین حالتی شده باشد میگویند بنده نفس خود و فاقد خیشتنداری است و این منباب سرزنش و نکوهش است. گفت این بیان به نظر من صحیح است. گفتم اینک به شهر تازه‌ای که تأسیس کردیم توجه کن. ملاحظه خواهی کرد که در آن شهر یکی از این دو مورد تحقق یافته و اصطلاح تسلط بر نفس مصداق پیدا کرده است، زیرا هرگاه جنبه شریف نفس شخص بر جنبه بعد او غلبه کند میگویند آن شخص خیشتندار و مالک نفس خود میباشد. گفت آری، با توجه به شهر جدید میبینم که حق با توست. گفتم اما ما منکر نیستیم که در شهر ما انواع شهوات و لذات و رنجها هم یافت میشود، علل خصوص نزد اطفال و زنان و خدمتکاران و اکثر کسانی که با همه فرومایگی که دارند عنوان شهرنشین آزاد بر آنها اطلاق میشود. گفت راست است. گفتم اما آرزوهای ساده و معتدلی که تابع منطق و مطیع عقل و رأی صائب می باشد فقط نزد عده معدودی یافت می شود، یعنی کسانی که هم صاحب حسن سیرتند و هم دارای حسن تربیت. گفت راست است. گفتم تو که همه این کیفیات را در شهر می بینی، آیا ملاحظه نمی کنی که آرزوهای آن اکثریت فاسد محکوم و مطیع آرزوها و عقل اقلیت صالح است؟ گفت چرا، این پیداست. گفتم پس اگر اصولا بتوان گفت که شهری حاکم بر لذات و شهوات و خلاصه مالک نفس خیش است، این معنی در مورد شهر ما صدق می کند. گفت البته. گفتم پس آیا نمی توان گفت که بنابر همین دلایل شهر ما خیشتندار است؟ گفت چرا؟ گفتم همچنین اگر اصولا ممکن باشد که در شهری
همه افراد اعم از حاکم و محکوم متفق باشند در اینکه چه کسانی باید حکومت کنند، این هم فقط در شهر ما یافت می شود. آیا نظر تو این نیست؟ گفت چرا، کاملا همین است. گفتم به عقیده تو خیشتنداری در کدام یک از این دو دسته موافق وجود دارد، بین افراد حاکم یا افراد محکوم؟ گفت بلا شک در هر دو دسته. گفتم آیا متوجه شدی که ما لحظه پیش که خیشتنداری را به یک نوع هماهنگی تشبیه کردیم خوب حدسی زده بودیم؟ گفت چطور؟ گفتم منظورم این است شجاعت و حکمت، که ما به مناسبت آن صفات شهر را شجاع و صاحب حکمت می دانیم، هر یک در قسمت مخصوصی از شهر یافت می شود. ولیکن خیشتنداری نوعی دیگر است، زیرا این صفت مطلقاً شامل همه شهر و موجب هماهنگی بین همه شهرنشینان است، خواه اینان به حکم عقل یا مثلا زور یا تعداد یا ثروت یا امتیاز دیگری از این قبیل از طبقه پست یا بالا یا میانه باشند. بنابراین ما کاملا حق داریم بگوییم که خیشتنداری عبارت از هماهنگی و توافق طبیعی، جزء پست و جزء شریف، نسبت به این موضوع است که کدام یک از این دو جزء باید چه بر امور شهر و چه بر امور فرد حکومت کند. گفت کاملا با عقیده تو موافق هستم. گفتم بسیار خوب، پس این سه صفت از چهار صفت بود که اگر خطا نکنم ما در شهر پیدا کردیم. حالا آخرین صفتی که فضیلت شهر را تکمیل می کند کدام است؟ البته عدالت است. گفت البته. گفتم پس ای گلاکون، ما باید اکنون مانند شکارچی ها رفتار کنیم، یعنی باید دور بیشه را بگیریم و احتیاط کنیم که عدالت از دست ما نگریزد و خود را از چشم ما پنهان نکند، چون شکی نیست که در همین مکان است. پس خوب نگاه کن، بلکه آن را پیدا کنی، شاید تو بتوانی آن را پیش از من کشف کنی و به من نشان دهی. گفت ای کاش این ممکن بود، اما هیچ کاری از من ساخته نیست جز اینکه از تو پیروی کنم و آنچه را که تو به من ارائه دهی مد نظر قرار دهم. گفتم پس به درگاه خدایان دعا کن و با من بیا. گفت حاضرم. پس تو پیش قدم شو. گفتم به چشم. بیشه ایست انبوه و راه یافتن در آن دشوار. تاریک هم هست و جستجو در آن آسان نیست، اما ناچار باید پیش رفت. گفت آری. من پس از آنکه نگاهی کردم فریاد برآوردم که ای گلا کن، مژده بدهم که راه راست را پیدا کرده ایم و عدالت از چنگ ما فرار نخواهد کرد. گفت مرحبا. گفتم به راستی ما بسیار ابلهیم. گفت چرا؟ گفتم ای رفیق، مدت هاست که مطلوب ما در این مکان است و گویی پیش پای ما می‌غلطیده و ما آن را ندیده ایم. این کار ابلهانه‌ای بود، مانند کار کسانی که چیزی در دست دارند و دنبال آن می‌گردند. ما به محلی که مطلوب ما در آنجا است نگاه نمی‌کردیم، بلکه چشم خود را به جاهای دور دوخته بودیم و به همین جهت بود که عدالت از نظر ما پنهان مانده بود. گفت منظورت چیست؟ گفتم میخواهم بگویم که به نظر من مدت هاست که گفت و شنود ما در باب عدالت است، ولی متوجه نشده بودیم که به یک معنی در موضوع عدالت بحث میکنیم. گفت برای کسی که اینقدر تشنه شنیدن بیانات تو است این مقدمه شنی زیاد طولانی بود. گفتم حالا گوش کن و ببین که حق با من است یا نه. ما از آغاز کار که شالوده شهر خود را می ریختیم یک اصل کلی مقرر داشتیم که اگر خطا نکنم آن اصل یا لااقل نوعی از آن اصل همانا عدالت است، و ما این طور گفتیم و چنانچه به یاد داشته باشی بارها هم تکرار کردیم که هر یک فرد در شهر ما باید منحصراً یک کار داشته باشد، یعنی کاری که طبیعتاً برای آن استعداد خاص داشته باشد. گفت درست است. گفتم ما بارها گفته و شنیده اید که پرداختن به کار خود و پرهیز از دخالت در کارهای دیگران عین عدالت است. گفت راست است. گفتم پس ای دوست، ظاهراً عدالت یک چنین چیزی است، یعنی این است که انسان فقط باید به کار خود بپردازد. آیا می‌دانی که این نظر من متکی به چه اساس است؟ گفت نه، اما میل دارم مرا آگاه کنی. گفتم به عقیده من پس از وضع سه صفتی که ما راجع به آن بحث کردیم، یعنی خیشتنداری و شجاعت و حکمت، تنها صفتی که در شهر باقی می‌ماند صفتی است که صفات
دیگر را به وجود آورده و مادام که با آنها توأم باشد وسیله ابقا و محافظت آنهاست و ما گفتیم که صفتی که پس از کشف سه صفت دیگر باقی میماند ادارت است. گفت بدیهی است. گفتم اما اگر بنا بود تشخیص دهیم که وجود کدام یک از این صفات برای تکمیل فضیلت شهر ما ضروری تر است، یعنی آیا توافق بین طبقه حاکم و محکوم بهترین صفت است یا حفظ عقیده صائب در میان مردان جنگی راجب اموری که باید از آن برحذر بود و امور عکس آن اولاست، یا حکمت و هوشیاری رؤسای شهر ضروری ترین صفت است، یا بالاخره مؤثرترین ضامن فضیلت شهر وجود صفتی است که در پرتو آن اطفال و زنان و بردگان و مردان آزاد و پیشوران و افراد حاکم و محکوم هر یک کار خود را انجام داده و در کار دیگران دخالت نمی نمایند، تشخیص موضوع کار مشکلی می بود. گفت حقیقتا تشخیص این نکته دشوار است. گفتم پس قوه‌ای که در پرتو آن هر کس در جامعه فقط به کار خود می پردازد با سایر صفات یعنی حکمت و خیشتنداری و شجاعت رقابت می کند تا فضیلت شهر تأمین شود. گفت آری. گفتم آن صفتی که با بقیه صفات به منظور تأمین فضیلت شهر وارد رقابت می شود عدالت است. گفت جز این نیست. گفتم اینک از جنبه دیگری وارد موضوع شویم و ببینیم هنوز هم تو با این عقیده باقی میمانی یا نه. آیا نه این است که تو کار قضاوت را در شهر به داوران واگذار خواهی کرد؟ گفت چرا؟ گفتم اینها در اجرای قضاوت از چه اصلی بیشتر تبعیت خواهند کرد؟ آیا آن اصل این نیست که هیچ یک از اهالی شهر نباید مال دیگری را تصاحب نماید؟ گفت هدف دیگری نمیتواند داشت. گفتم البته به این علت که این هدف عادلانه است. گفت آری. گفتم پس این هم دلیل دیگری است بر اینکه تصرف مال خود و انجام وظیفه خیش عین عدالت است. گفت راست است. گفتم ببین آیا با من هم عقیده هستی یا نه. اگر نجار در کار پینه دوز دخالت کند یا پینه دوز در کار نجار و یا اگر آنها افزار کار و مزد خود را با یکدیگر معاوضه کنند و یا اگر شخص واحد در آن واحد در صدد اشتغال به هر دو پیشه براید و یا به همین ترتیب بادله‌های دیگری صورت گیرد، آیا به نظر تو آسیب بزرگی از این راه به شهر وارد خواهد شد؟ گفت نه، آسیب بزرگی از آن ناشی نخواهد شد. گفتم اما به نظر من چنانچه یک پیشه‌ور یا کسی دیگر که طبیعتاً برای کارهای سودآور ساخته شده باشد به اتکای کثرت مال یا زیادی طرفدار یا فرط زور یا هزیمت دیگری از این قبیل در صدد دخول در صف سربازان براید و یا سربازی بخواهد با نداشتن صلاحیت در سلک مشاوری و نگاهبانان شهر وارد شود و اینان آلات کار و مزد خود را معاوضه کنند، یا اگر شخص واحد خواسته باشد در این حال همه این کارها را انجام دهد، این معاوضه و اختلاط شهر را تباه خواهد کرد، آیا عقیده تو غیر از این است؟ گفت نه همین است. گفتم پس تجاوز به وظایف دیگران و اختلاط طبقات سگانه آسیب بزرگی به شهر وارد خواهد ساخت و اگر بگوییم که این یک جنایت واقعی است خطا نیست؟ گفت البته. گفتم آیا موافق هستی که بگوییم بزرگترین جنایتی که شخص بتواند نسبت به شهر خود مرتکب شود همانا ظلم است؟ گفت آری جز این نیست. گفتم پس ماهیت ظلم معلوم شد، اما عکس آن را هم بگوییم. اگر طبقات سگانه مزدور و سرباز و نگهبان حدود وظایف خود را رعایت کنند، هر یک از آنها کار مخصوص خود را در شهر انجام دهد، این عکس چیزی است که میگفتیم، یعنی عدالت است یا صفتی است که شهر را به مناسبت آن عادل میدانیم. گفت آری به نظر من جز این نمیتواند بود. گفتم اما هنوز نمیتوانیم به این قضاوت اطمینان کامل داشته باشیم. اگر این صفت را به شخص منتقل و مشاهده کنیم که در شخص هم همان کیفیت را دارد، آنگاه از آن خواهیم نمود که این صفت همانا عدالت است، زیرا دیگر ایرادی باقی نخواهد بود. ولی اگر خلاف آن بود، در آن صورت سمت تجسس خود را تغییر خواهیم داد. فعلا بهتر است تفحص خود را از همان طریق که شروع کردیم ادامه دهیم، به این امید که اگر اول عدالت را در محیط وسیع تری تحت مطالعه قرار دهیم، تشخیص ماهیت آن در افراد آسان‌تر خواهد بود. به نظر ما اینطور رسید که آن محیط وسیع تر همانا شهر است و این بود که شهری در منتهای کمال تأسیس نمودیم، زیرا به خوبی می دانستیم که در یک شهر منظم عدالت حتما وجود خواهد داشت.
حال آنچه را در شهر یافته ایم به شخص منتقل نماییم. اگر در شخص هم همان کیفیت را داشت فبها، و اگر برعکس اختلافاتی مشاهده کردیم آنگاه به شهر بازگشته در جستجوی خود تعمق بیشتری کنیم، تا شاید همانطور که بر اثر استحکاک دو سر چوب پاره آتش از میان پیدا می شود، بر اثر این مواجهه و استحکاک هم عدالت شعله برگردد. و آنگاه که این صفت در کمال روشنی ظاهر شد، آن را در نفس خود تقویت و تثبیت خواهیم کرد. گفت: الحق روش منظمی در نظر داری و بهتر از این ممکن نیست. گفتم: اگر درباره دو چیز که یکی بزرگتر و یکی کوچکتر باشد بگویند که آن دو چیز یکی است، البته این یکی دانستن آن علتی دارد، حال از لحاظ آن علت آیا باید گفت که آن دو چیز به یکدیگر شبیه هستند یا شبیه نیستند؟ گفت: البته باید گفت شبیه هستند. گفتم: بنابراین از لحاظ صفت عدالت هم شخص عادل با شخص شهر عادل تفاوتی نخواهد داشت، بلکه شبیه آن خواهد بود. گفت: آری. گفتم: اما ما دیدیم که آنگاه که طبقات سگانه نفوس شهر هر یک وظیفه مخصوص خود را انجام دهد، شهر ما صاحب عدالت است. همچنین مشاهده نمودیم که اگر همین طبقات دارای خصایل و صفاتی متناسب با خیشتنداری و شجاعت و حکمت باشد، شهر هم صاحب همین صفات خواهد بود. گفت: راست است. گفتم: پس ای دوست، اگر در روح شخص هم صفاتی از همین نوع بیابیم، باید آن شخص را هم صاحب همان صفاتی بدانیم که برای شهر قائل هستیم، زیرا وی نیز دارای همان خصائل است. گفت: این بدیهی است. گفتم: پس ای دوست ارجمند، اکنون ما به مسئله آسانی رسیده ایم و آن این است که بدانیم آیا این سه نوع صفت در نفس انسان وجود دارد یا نه. گفت: به نظر من این مسئله آسان نیست. ای سقراط، من به آن ضرب المثلی که میگوید هر چیز زیبایی دشوار است عقیده دارم. گفتم: راست است ای گلاکون. اگر عقیده مرا بخواهی، میترسم با این روشی که ما در بحث خود تعقیب میکنیم، حق مطلب از نظر تدقیق ادا نشود، زیرا راه وصول به مقصد دراستر و دشوارتر از این است. با این وصف روش ما برای مباحثات و تفحصاتی که تاکنون در پیش داشته ایم نامناسب هم نیست. گفت: روش ما کافی است و من به سهم خود فعلا بیش از آن نمیخواهم. گفتم: بسیار خوب، برای من هم کافی است. گفت: پس مایوس نشو و تحقیق خود را دنبال کن. گفتم: به نظر من ما از تصدیق این نکته به کلی ناگزیریم که همان نوع خصایص و صفاتی که برای شهر قائل شدیم در هر یک از ما هم وجود دارد، زیرا از ما است که آن صفات به شهر سرایت میکند. اگر کسی مدعی شود که صفت تحور که در میان اقوام سرکش مانند قبایل تراس و سیتی و به طور کلی شمالی ها یافت می شود، یا شدت علاقه به علم که می توان گفت مخصوص به کشور ما است، یا حرص و طمع که صفت مشخصه مردم فینیقیه و مصر است، از فرد به جامعه سرایت ننموده، واقعا باید گفت که این ادعای پوچی است. گفت: البته. گفتم: این نکته مسلم است و تصدیق آن اشکالی ندارد. گفت: راست است. گفتم: اما اشکال در تشخیص این نکته است که آیا همه اعمال ما از یک اصل واحد ناشی می شود یا سه اصل مختلف هست. به عبارت دیگر، آیا علم ما ناشی از یک اصل و خشم ما ناشی از اصل دیگر، و لذت اکل و شرب و جفتگیری و خوشیهای دیگر ما ناشی از اصل ثالثی است، یا کلیه اعمالی که ما به آن مبادرت می‌کنیم ناشی از تمامیت نفس ما است؟ اگر بخواهیم این مسئله را به طرزی رضایت بخش حل کنیم، کار آسانی نیست. گفت: نظر من هم همین است. گفتم: اما برای تشخیص این نکته که آیا این اصول قابل رجوع به اصل واحد است یا هر یک اصل متمایزی است، می‌توانیم از این راه پیش برویم. گفت: از کدام راه؟ گفتم: واضح است که شخص واحد نمیتواند در جزء واحد از نفس خود فعل یا انفعال متضادی نسبت به شیء واحد داشته باشد. بنابراین اگر ما در اینجا آثار متضادی کشف کنیم، خواهیم دانست که منشأ این آثار اصل واحد نیست، بلکه اصول متعددی است. گفت: بسیار خوب گفتی. گفتم: در نکته‌ای که خواهم گفت دقت کن. گفت: بگو. گفتم: آیا ممکن است که شیء واحد در آن واحد و در جزء واحدی از خود هم ساکن باشد، هم متحرک؟ گفت: ابدا ممکن نیست.
گفتم این توافق نظر را محکمتر کنیم تا مبادا بعد که پیشتر می رویم کارمان به اختلاف بکشد. اگر کسی بگوید که فلان مرد ایستاده است اما چون دست و پایش را می جنباند، پس در این حال هم ساکن است و هم متحرک، به نظر من باید بگوییم که این سخن خطاست، زیرا بیان واقع این است که قسمتی از بدن آن مرد ساکن و قسمتی متحرک است. آیا این طور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم حال اگر از طرف ما بخواهد شوخی و ظرافت بیشتری به خرج دهد و مدعی شود که فرفره در این حال و تماما هم ساکن است هم متحرک، زیرا با حفظ مرکز ثابت به دور خود میچرخد، و اضافه کند که سایر چیزها هم که بدون تغییر مکان دور خود میچرخند همین حال را دارند، ما این استدلال را رد خواهیم کرد، زیرا اگر جزء واحدی از این اشیاء را در نظر بگیریم نمیتوانیم بگوییم که آن جزء هم ساکن است هم متحرک. در این قبیل اشیا باید محور را از محیط تمیز داد و باید گفت این اشیا از لحاظ محور که به هیچ سمت متمایل نمی شود ساکن هستند، ولی از لحاظ محیط گردش دایره‌ای دارند. ولی اگر در همین حین که شیء به دور خود می گردد، محور هم به راست یا چپ یا به جلو یا عقب متمایل شود، در آن صورت آن شی در هیچ قسمت ساکن نخواهد بود. گفت این قضاوت درستی است. گفتم ما از این گونه ایرادات که ممکن است بر ما بگیرند باک نداریم و همچنان در این عقیده ثابت خواهیم بود که شی واحد نمیتواند در آن واحد، در جزء واحد از خود و نسبت به مورد واحد فعل یا انفعال یا حالت متضادی داشته باشد. گفت در هر حال ما به سهم خود از این عقیده عدول نخواهیم کرد. گفتم اما ما برای آن که بحث ما به طول نینجامد و مجبور نشویم که همه این ایرادات را در نظر گرفته و سپس رد کنیم، بهتر از صحت آنچه را که گفتیم مسلم فرض نموده پیش برویم، منتها با این توافق که چنانچه بعد معلوم شود که این اصل صحیح نیست، خط بطلان به همه نتایجی که تا کنون از آن گرفته ایم بکشیم. گفت این بهترین روش است. گفتم میدانی که موافقت عکس مخالفت است، آرزو عکس اکراه و جلب شی عکس دفع آن است، و این قبیل مفاهیم خواه از نوع فعل باشد خواه از نوع انفعال ضد یکدیگرند. گفت آری، اینها از دادند. گفتم آیا به عقیده تو گرسنگی و تشنگی و به طور کلی مشتهیات نفسانی و اراده و آرزو همه اینها از همان نوعی نیست که هم اکنون به آن اشاره کردیم؟ مثلا هر بار که شخصی چیزی را آرزو می کند، آیا نمی توان گفت که این نفس اوست که بدان چیز متمایل گردیده یا آنچه را که می خواهد به خود جلب می کند؟ و آنگاه که انسان آرزوی تحصیل چیزی می کند، مثل آن است که نفس او از فرط علاقه به تحقق آن آرزو رضایت خود را با اشاره سر ابراز نموده، گویی به سؤال شخص دیگری جواب می‌دهد. گفت آری. گفتم اما نخواستن و نداشتن آرزو و بیمیلی در حکم آن است که انسان چیزی را رد کند و از خود براند، و این عکس آن نوعی است که همکنون بیان کردیم. گفت همین است. گفتم حال که این نکته مسلم شد، آیا نمیتوانیم تصدیق کنیم که یک نوع آرزوهای معینی در ما وجود دارد که آشکارتر از همه آنها گرسنگی و تشنگی است؟ گفت تصدیق داریم. گفتم هدف این یک آشامیدن و هدف آن یک خوردن است. گفت آری. گفتم اما تشنگی فی حد ذاته چیزی جز آرزوی نفس به آشامیدن صرف نیست. مثلا تشنگی مجرد کاری به گرمی و سردی یا کمی و زیادی یا نوع مخصوص مشروب ندارد، بلکه اگر تشنگی تو هم با احساس سرما باشد، میل به گرمی آن اضافه می شود، و همچنین اگر تشنگی شدید و زیاد باشد، میل شرب مقدار زیاد پیدا می شود، و اگر تشنگی خفیف باشد، میل شرب مقدار کم ایجاد می گردد. و در هر حال تشنگی مجرد چیزی جز آرزوی مطلوب طبیعی آتش، یعنی شرب مجرد نیست، همچنان که گرسنگی چیزی جز آرزوی خوردن نیست. گفت راست است. هر آرزوی مجرد مطلوب طبیعی مجرد خود را می جوید، و اگر آرزو نسبت به شیء مشخصی باشد، این در نتیجه عوارضی است که به آن علاوه می شود. گفتم شاید کسی ایراد کند که آرزوی آشامیدن صرف وجود ندارد، بلکه آرزوی شرب عبارت از طلب مشروب گواراست، و نیز آرزوی خوردن صرف وجود ندارد، بلکه آرزوی خوردن عبارت از طلب خوراک خوب است، زیرا انسان طبیعتاً آرزومند چیزهای خوب است، و بنابراین اگر تشنگی را آرزو بدانیم، آرزوی چیز
خوب است، خواه مطلوب آن آشامیدنی باشد، خواه چیز دیگر و سایر آرزوها هم همین حکم را دارد. ولی اگر کسی چنین ایرادی کرد، ما نباید غافلگیر و سرگردان شویم. گفت ممکن است که این ایراد زیاد هم بی اساس نباشد. گفتم به نظر من دو چیز که با یکدیگر نسبت دارند، یا نسبت آنها از لحاظ صفت مشخصی است و یا نسبت از لحاظ کیفیت مجرد آنها است. گفت نفهمیدم. گفتم آیا نفهمیدی که اگر بگوییم فلان چیز بزرگتر است، مقصود این است که نسبت به چیز دیگر بزرگتر است؟ گفت راست است. گفتم یعنی نسبت به چیزی کوچکتر از خود؟ گفت آری. گفتم اگر بگویند چیزی بسیار بزرگتر است، این هم نسبت آن را با چیزی بسیار کوچکتر از خود میرساند. آیا تصدیق میکنی؟ گفت آری. گفتم همچنین اگر بگویند چیزی در زمان گذشته بزرگتر بوده و این هم حاکی از نسبت آن است با چیزی که در زمان گذشته کوچکتر از آن بوده است، و اگر بگویند چیزی در آینده بزرگتر خواهد بود، این حاکی از نسبت آن است با چیزی که در آینده کوچکتر خواهد بود، گفت واضح است. گفتم همچنین لازمه مقدار بیشتر مقدار کمتر است و لازمه دو برابر اندازه نصف است و قص الهازا. از طرف دیگر لازمه شیء سنگین‌تر شیء سبک‌تر است و لازمه حرکت سریع‌تر حرکت کندتر، و همچنین گرمی و سردی لازم و ملزوم یکدیگرند و قص الهازا. گفت راست است. گفتم اما علم هم همین حکم را دارد، یعنی علم مجرد عبارت است از آگاهی مجرد یا آگاهی به موضوع علم مطلق. پرانتز باز، به هر صورت که این موضوع را تعریف کنیم، پرانتز بسته، ولی علم معین و مشخص موضوع معین و مشخص دارد. مثلا وقتی که علم ساختن خانه ها پیدا شد، این علم از سایر علوم متمایز و دارای نام معماری گردید. گفت درست است. گفتم دلیلش هم این است که این علم معینی بود و با همه علوم دیگر تفاوت داشت. گفت آری. گفتم اما اینکه علم مذکور علم معینی شد، آیا به این علت نبود که موضوع معینی داشت؟ و آیا نباید درباره هنرها و علوم دیگر هم همین حکم را قائل شویم؟ گفت چرا، همین را باید گفت. گفتم پس اگر مقصود مرا فهمیده باشی، اکنون متوجه خواهی شد به اینکه من لحظه پیش چه می‌خواستم بگویم، و آن این است که هرگاه دو چیز طبیعتاً به یکدیگر نسبت داشته باشند، اگر یک طرف نسبت را به صورت مجرد و مطلق در نظر گیریم، طرف دیگر هم مجرد است، و برعکس اگر آن را به صورت معین در نظر گیریم، طرف نسبت آن هم شیء معین است. البته مقصودم این نیست که یک طرف نسبت دارای همان خاصیت طرف دیگر می شود. به عبارت دیگر نمی خواهم بگویم که مثلا علم به موجبات تندرستی و بیماری خود علمی است تندرست یا بیمار. اگر یک طرفه نسبت را به صورت مجرد و مطلق در نظر بگیریم، طرف دیگر هم مجرد است، و برعکس اگر آن را به صورت معین در نظر گیریم، طرف نسبت آن هم شیء معین است. البته مقصودم این نیست که یک طرف نسبت دارای همان خاصیت طرف دیگر می شود. به عبارت دیگر نمی خواهم بگویم که مثلا علم به موجبات تندرستی و بیماری خود علمی است تندرست یا بیمار، و یا علم به بدیها یا خوبیها خود بد است یا خوب، بلکه فقط میخواهم بگویم که چون علم طب موضوعی غیر از علم مطلق دارد و موضوع معینی را که تندرستی و بیماری باشد به خود تخصیص داده است، به همین جهت علم معینی شده و به همین مناسبت است که دیگر نام مجرد علم بر آن اطلاق نمی شود، بلکه بر اثر موضوع خاصی که به علم مطلق اضافه شده است به نام علم طب خوانده می شود. گفت فهمیدم و عقیده تو را صحیح می دانم. گفتم اکنون برمی گردیم به موضوع تشنگی. آیا تو آن را از جمله چیزهایی محسوب نمی کنی که ناچار وابسته به چیز دیگر است؟ مگر نه این است که تشنگی عبارت است از تشنه بودن به چیزی؟ گفت آری، تشنه بودن به مشروب. گفتم بنابراین اگر انواع مشروبات داشته باشیم، پس انواع تشنگی هم داریم، ولی تشنگی مجرد عبارت از میل به مشروب به مقدار فراوان یا کم از نوع خوب یا بد و خلاصه یک مشروب معینی نیست، بلکه مطلوب تشنگی مجرد و مطلق شرب مجرد است. گفت کاملا درست است. گفتم بنابراین آنگاه که کسی تشنه باشد، یعنی تشنه مجرد، باید گفت که نفس او آرزویی به جز آشامیدن ندارد و همه میل و طلب او همین است. گفت این واضح است. گفتم پس اگر چیزی نفس را از رفع تشنگی منصرف کند، دلیل بر آن است که در نفس انسان اصلی وجود دارد
غیر از آن اصل که آتش را تحریک و انسان را مثل یک حیوان به طرف مشروب می کشاند. زیرا به طوری که تصدیق کردیم ممکن نیست که اصل واحد در جزء واحد از خود نسبت به شیء واحد آثار متضادی به وجود آورد. گفت آری این ممکن نیست. گفتم همچنین به نظر من درباره تیرانداز نمیتوان گفت که یک دست کمان را از آن دور میکند و دیگری آن را به طرف وی میکشد. گفت درست است. گفتم که اشخاصی هستند که در عین تشنگی از آشامیدن خودداری می نمایند. گفت آری بسیاری مردم هستند که غالبا این حالت در آنها دیده می شود. گفتم درباره این اشخاص چه حکمی می توان کرد؟ آیا غیر از این است که باید گفت در نفس آنان اصلی هست که آنها را ترغیب به آشامیدن می کند و اصل دیگری هم هست که آنان را از آشامیدن منع می نماید؟ و این اصل اخیر از اصل قبلی متمایز و بر آن مسلط است. گفت عقیده من هم همینطور است. گفتم اصلی که بدین ترتیب در نفس انسان ظاهر و این گونه نواهی از آن صادر می گردد ناشی از عقل است و حالان که تحریک و ترغیب امیال معلول حالات نفسانی و امراض است. گفت ظاهراً اینطور است. گفتم پس اگر بگوییم اینها دو اصل متمایزند درست است. یکی اصلی است که نفس به وسیله آن قضاوت عاقلانه می کند و ما آن را عقل می خوانیم و دیگری اصلی است که عشق و گرسنگی و ابتلا به شهوات از آن ناشی می گردد و ما آن را هوا و هوس می نامیم و الفت آن با ترضیه نفس و جلب لذات است. گفت این قضاوت درستی است. گفتم پس این را مسلم بدانیم که این دو اصل در نفس انسان وجود دارد و اما اصلی که منشأ خشم و غضب است آیا آن را اصل ثالثی می دانیم و اگر نه این اصل به کدام یک از دو اصل دیگر نزدیک تر است؟ گفت شاید به اصل ثانی یعنی هوا و هوس. گفتم من هم به اتکای حکایتی که یک روز شنیدم همین عقیده را دارم و آن این است. لئونتیوس پسر آکلایون از بندر پیروس برمیگشت و از کنار دیوار شمالی عبور میکرد. در این موقع چشمش به چند جسد افتاد که در میدان اعدام روی زمین افتاده بود و احساس نمود که در عین حال هم میل به دیدن آن اجساد دارد، هم حالت انزجاری در او هست که وی را از تماشای آن منظره منصرف میکند. لحظه چند با خود در کشمکش بود و دست بر روی چشمهایش گذاشت، اما بالاخره میل به دیدن اجساد بر او غلبه کرد. آنگاه با انگشتانش چشمهای خود را خوب باز کرد، به سوی کشتگان دوید و فریاد برآورد که بیا ای بیچاره و خود را از این منظره زیبا سیر کن. گفت آری من هم این حکایت را شنیده بودم. گفتم این حکایت نشان می‌دهد که خشم گاهی با هوا و هوس ستیزه می‌کند و این دو از یکدیگر متمایزند. گفت آری. گفتم ما بارها دیده ایم که وقتی انسان علی‌رغم عقل خود دستخوش هوا و هوس می شود، خود را سرزنش نموده بر آن جزء از نفس خیش که او را وادار به خطاکاری نمود خشم می گیرد و در این کشمکش که شبیه به جنگ تن به تن است، خشم از عقل جانبداری می کند. اما آنگاه که عقل حکم کند که فلان عمل را نباید مرتکب شد، آیا هرگز دیده می شود که خشم جانب هوا و هوس را گرفته و در برابر عقل ایستادگی کند؟ من بعید می دانم که تو چنین چیزی را در چه در خود و چه در دیگری مشاهده کرده باشی. گفت قسم به زئوس که مشاهده نکردم. گفتم اگر کسی بداند که نسبت به دیگری خطا کرده است و آن دیگری برای تلافی وی را دچار گرسنگی و سرما نماید یا به طرز دیگری با او بدرفتاری کند، آیا نه این است که هر قدر شخص خاطی بیشتر دارای احساسات شریف باشد، کمتر از این رفتار خشمناک می شود؟ چون درک می کند که این قصاص عادلانه عمل خود اوست. خلاصه این که در چنین وضعی قوه خشم انسان طغیان نمی کند. گفت این عین حقیقت است. گفتم اما برعکس، اگر کسی خود را مظلوم بداند، آیا نه این است که خونش از غضب به جوش آمده و با کمال خشم برای احقاق حق خود مبارزه خواهد کرد و گرسنگی و سرما و سختی های نظیر آن را با استقامت تمام تحمل خواهد نمود تا آنگاه که توفیق حاصل کند و دست از مجاهدت شرافتمندانه خود بر نخواهد داشت تا وقتی که یا به مقصود خود برسد یا کشته شود و یا به حکم عقل آرام گیرد؟ یعنی همانطور که چوپان سگ خود را صدا می کند، عقل هم وی را نزد خود فرا خواند.
گفت تشبیه تو بسیار مناسب است، مخصوصاً از این جهت که به موجب قوانین موضوعی ما سربازان باید در برابر حکام که توپانان شهرند مانند سگ فرمان بردار باشیم. گفتم احسنت، چقدر فکر مرا خوب میفهمی، اما به این نکته هم توجه کن. گفت کدام نکته؟ گفتم حال معلوم شد که کیفیت خشم غیر از آن است که همکنون به نظر ما میرسد، زیرا ما آن را نوعی از هوا و هوس میدانستیم و حالان که اکنون از آن فکر بسیار دوریم و اینطور عقیده داریم که هرگاه در نفس انسان کشمکشی برخیزد، خشم به پشتیبانی عقل قیام خواهد کرد. گفت آری بسیار درست گفتی. گفتم اما آیا خشم با عقل هم فرق دارد یا فقط نوعی از آن است که در آن صورت نفس انسان دو جزء خواهد داشت، نه سه جزء، یعنی قوه عاقله و هوا و هوس. به عبارت دیگر همونطور که شهر از سه طبقه نفوس تشکیل شده، یعنی مزدوران و مردان جنگی و حکام، در نفس انسان نیز یک جزء ثالث هست که خشم نام داشته و طبیعتاً پشتیبان عقل است، مگر آنکه بر اثر سوء تربیت فاسد شده باشد. گفت قطعاً خشم همین جزء ثالث است. گفتم آری، در صورتی که خشم را از عقل جدا بدانیم، همانطور که آن را از هوا و هوس جدا یافتیم. گفت پی بردن به این مسئله کاری دشواری نیست، زیرا این چیزی است که در کودکان خردسال هم دیده می شود. اینان از همان روز که به دنیا می آیند دارای قوه خشم هستند و حالان که بعضی از آنها هرگز صاحب عقل نمی شوند و دیگران هم اکثر مدتها طول می کشد تا دارای این قوه شوند. گفتم قسم به زئوس که خوب گفتی. به علاوه رفتار حیوانات هم نظر تو را تایید می کند. همچنین می توانیم این عبارت هومر را که قبلا هم ضمن این گفتگو آن را نقل کردم بر صحت این مطلب گواه بیاوریم. اودیس سینه خود را بکوفت و نفس خیش را سرزنش کرد، چنین گفت: زیرا واضح است که در این عبارت هومر دو قوه مختلف را مجسم می کند که یکی از آن دیگری را سرزنش می نماید. اول عقل که نیک را از بد تمیز می دهد، دوم خشم که قادر به تفکر عاقلانه نیست. گفت همین است. گفتم اکنون کشتی ما از خطر گذشته و به ساحل رسیده است و ما در این باب هم عقیده شده ایم که اجزای نفس انسان از حیث کیفیت و تعداد همان اجزایی است که شهر را تشکیل می دهد. گفت راست است. گفتم پس قهرن اینطور نتیجه میگیریم که اگر شهر را صاحب حکمت بدانیم، پس حکمت در فرد هم به همان نفع و به همان علت وجود دارد. گفت همین است. گفتم همچنین اگر فرد را شجاع بدانیم، پس شهر هم به همان نفع و به همان علت دارای شجاعت است و خلاصه از لحاظ سایر فضایل هم وضع هر دو یکی است. گفت قطعا اینطور است. گفتم پس ای گلاکون، عقیده من به همان علت که شهر را عادل محسوب می کنیم، به همان علت فرد را هم می توانیم عادل بدانیم. گفت آری، تصدیق این مطلب هم الزامی است. گفتم اما فراموش نکرده ایم که در مورد شهر شرط عدالت آن است که هر یک از طبقات سگانه آن منحصراً به وظیفه خود عمل کند. گفت گمان نمی کنم این را فراموش کرده باشم. گفتم پس باید متذکر باشیم که شخص هم فقط آنگاه که اجزای نفس وی هر یک به وظیفه خود عمل کند، می تواند خود را عادل دانسته و بگوید که وظیفه خود عمل می نماید. گفت آری، باید این نکته را به یاد داشته باشیم. گفتم چون عقل منشأ حکمت و مأمور سرپرستی نفس در کلیه شؤون آن است، اوست که باید مطیع و پشتیبان وی باشد. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم همانطور که می گفتیم، هماهنگی این دو قوه به وسیله تلفیق تربیت روحی با پرورش بدنی حاصل می شود که عقل را تقویت نموده، با سخن نقض و آموزش نیکو می پروراند و خشم را به وسیله تأثیر آهنگ و وزن تسکین و تخفیف می دهد. آیا اینطور نیست؟ گفت یقینا همین است. گفتم این دو قوه وقتی که بدین نحو پرورش یافته و به وسیله آموزش و تربیت حقیقی آماده انجام وظیفه خود شوند، بر نیروی هوا و هوس که جزء عمده نفس انسان است و فرونشاندن حرص و طمع ذاتی آن ممکن نیست، مسلط خواهند شد و بر آن دو قوه است که مراقب این یک باشند تا مبادا در نتیجه برخوردار شدن از آرزوهای نفسانی بزرگ و نیرومند شود و از انجام وظیفه خود سر باز زند و به
ناحق آهنگ حکومت بر قوای دیگر کرده زندگانی انسان را یک بار مختل سازد. گفت آری. گفتم در مقابل دشمنان خارجی هم باز همین قوا هستند که بهترین نحو از عهده محافظت روح و جسم برمی آیند، زیرا کار یکی از آنها تدبیر و کار دیگری ستیزه است، به این معنی که این یک به فرمان آن یک می جنگد و اوامر آن را دلیرانه اجرا می کند. گفت راست است. گفتم ما شخص را آنگاه شجاع می خوانیم که همین جزء اخیر نفس وی مقر قوه خشم است، همواره چه هنگام رنج چه هنگام خوشی پیروی از فرمان عقل نموده و به راهنمایی عقل اموری را که باید از آن برحذر بود از غیر آن تشخیص دهد. گفت درست است. گفتم ما این شخص را عاقل هم می‌خوانیم و این به مناسبت همان جزء کوچک نفس یا جزء عامر و حاکم است که عالم به مساله هر یک از قوای سگانه و مجموع آنها می‌باشد. گفت همین است. گفتم ما برای این شخص صفت خیشتنداری هم قائل هستیم و آن به علت الفت و هماهنگی اجزای نفس است که جزء حاکم و اجزای مطیع متفقاً حاکمیت جزء عاقل را تصدیق دارند و هیچ گونه مخالفتی بین آنها وجود ندارد. آیا چنین نیست؟ گفت مسلم است که خیشتنداری چه در مورد شهر چه در مورد شخص چیزی غیر از این نیست. گفتم بالاخره این شخص را عادل هم می‌خوانیم و این به همان علت و به همان نحوی است که بارها هم گفته ایم. گفت البته. گفتم آیا دیگر چیزی هست که مانع کشف عدالت باشد و یا نشان دهد که عدالت فرد غیر از عدالت شهر است؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم اگر در این باب تردیدی داشته باشی با یک مثال آسان می توان ثابت کرد که صفت عدالت در فرد و در شهر یکسان است. گفت آن مثال چیست؟ گفتم بیا اصولی را که در تأسیس شهر خود قائل شدیم به یاد آوریم و کسی را در نظر بگیریم که در نتیجه استعداد طبیعی و تربیت بر طبق آن اصول پرورش یافته باشد و فرض کنیم که مقداری طلا یا نقره نزد او امانت گذاشته باشند و از ما بپرسند که آیا ممکن است چنین کسی نسبت به این امانت خیانت کند. بدیهی است که چنین عملی را نمیتوان به او نسبت داد، بلکه باید تصدیق کرد که یک چنین خیانت از کسانی برمیآید که عکس او باشند. آیا کسی منکر این حقیقت میتواند شد؟ گفت ابدا. گفتم همچنین این شخص ممکن نیست به مقدسات تجاوز کند و یا چه در زندگی خصوصی نسبت به دوست خود چه در زندگی عمومی نسبت به میهن مرتکب دزدی و خیانت شود. آیا اینطور نیست؟ گفت همین است. گفتم سوگند به عهد خود را هم هرگز نخواهد شکست. گفت هرگز. گفتم زنا و ترک پدر و مادر و خدا ناشناسی هم کار دیگران است نه کار او. گفت آری حقیقتا اینها که گفتی کار اشخاصی غیر از اوست. گفتم علت همه اینها چیست؟ آیا غیر از این است که هر یک از اجزای نفس چنین کس به وظیفه خود عمل می کند، یعنی جزء حاکم حاکم است و جزء مطیع مطیع؟ گفت همین است و جزئی نیست. گفتم پس عدالت آن قوه ای است که چنین مردان و چنین شهرهایی به وجود می آورد و جز آن نیست. آیا در این باب هنوز شکی داری؟ گفت نه، قسم به زئوس که هیچ شک ندارم. گفتم اگر به یاد داشته باشی می گفتیم چه می شد اگر در آغاز پیریزی شهر بخت با ما یاری می کرد و یکی از خدایان مبادی و نمونه عدالت را به ما نشان می‌داد. اینک گویی این خواب ما به حقیقت پیوسته است. گفت راست است. گفتم وقتی ما مقرر نمودیم که آن کس که به حکم طبیعت کفش دوزه است باید فقط کفش بدوزد و درودگر درودگری کند و هر پیشه‌ور دیگری هم فقط باید به کار خود بپردازد و در کار دیگران دخالت ننماید، شبه عدالت را پیش چشم مجسم داشتیم و به همین جهت هم بود که موفق شدیم. گفت این بدیهی است. گفتم به نظر من عدالت یک چنین چیزی است، منتها با این تفاوت که مربوط به اعمال ظاهری انسان نیست، بلکه مربوط به باطن یا ذات و صفات حقیقی او است. شخص عادل اجازه نخواهد داد که اجزای مختلف نفس وی در کار غیر مربوط به خود دخالت کنند و یا یکی از آنها نسبت به وظیفه دیگران تجاوز نماید، بلکه برعکس در درون خود نظم واقعی برقرار می سازد، بر نفس خیش حکومت می کند، اعمال خود را تابع انضباط قرار می دهد، در باطن خیش صلح و صفا ایجاد می نماید، میان سه جزء نفس خود هماهنگی تولید می کند، همچنان که صداهای سه پرده اصلی یک هنگام موسیقی یعنی زیر و بم و میانه و نیز پرده های دیگری را که بین آنها وجود داشته باشد می توان هماهنگ کرد. باری بین همه این عناصر یگانگی ایجاد می کند و از قید کثرت رهایی یافته در باطن خود وحدت و اعتدال و اتفاق برقرار می نماید و از آن پس در کلیه کارهای خود
خواه به منظور کسب مال باشد، خواه برای پرورش بدن یا نیل به هدفهای سیاسی یا انجام معاملات خصوصی آن، طرز عمل را که حافظ و معید نظم باطنی نفس است، رویه عادلانه و نیکو محسوب داشته و علمی را که مشوق این طرز عمل است، حکمت می‌خواند و برعکس هر عملی را که مخل نظم روحی باشد، مخالف عقل و عقیده‌ای را که موجب یک چنین عملی گردد، جهل می‌خواند. گفت: ای سقراط، آنچه گفتی عین حقیقت است. گفتم: اکنون اگر ادعا کنیم که شخص عادل و شهر عادل را پیدا کرده و به کیفیت عدالت چه در فرد چه در شهر پی برده ایم، گمان نمی کنم کسی بتواند بگوید که از حقیقت دوریم. گفت: یقینا کسی چنین چیزی نخواهد گفت. گفتم: پس آیا موافق هستی که چنین ادعایی بکنیم؟ گفت: آری. گفتم: اینک از این بحث فارغ شدیم و گمان می کنم که باید به بحث درباره ظلم بپردازیم. گفت: راست است. گفتم: ناچار باید بگوییم که ظلم عبارت از ناسازگاری این سه جزء نفس است، یعنی عمل فضولی و تجاوز اجزای نفس نسبت به وظایف یکدیگر و گردنکشی جز در برابر کل و دائیه تسلط جز بر کل و خلاصه سرپیچی از حکم طبیعت است که آن جزء را به منظور اطاعت از جزء آمر به وجود آورده است. باری به عقیده من باید گفت که آنچه در نظر ما موجد بیدادگری و زیاده روی و ترس و نادانی و خلاصه همه معایب است، همانا بینظمی و پریشانی این اجزاست. گفت: همین است. گفتم: حال اگر چگونگی عدالت و ظلم را معلوم کرده باشیم، پس معنی عمل به عدل و عمل به ظلم هم کاملا روشن شده است. گفت: چطور؟ گفتم: این دو نوع عمل عیناً نظیر تندرستی و ناخوشی است، زیرا اثر آنها در نفس همان اثر تندرستی و ناخوشی است در جسم. گفت: چطور؟ گفتم: از شیء سالم سلامت تولید می شود و از شیء مریض مرض. گفت: درست است. گفتم: به همین نحو از اعمال عادلانه عدل به وجود می آید و از اعمال ظالمانه ظلم. آیا اینطور نیست؟ گفت: این قطعی است. گفتم: ایجاد تندرستی عبارت از ترتیب سلسله مراتب عناصر بدن است به نحوی که بعضی از آنها بر طبق حکم طبیعت تابع بعض دیگر شوند و برعکس پیدایش بیماری از آنجاست که در این سلسله مراتب ترتیب تابع و مطبوع مخالف با حکم طبیعت باشد. گفت: راست است. گفتم: به همین طریق ایجاد عدل هم عبارت است ترتیب سلسله مراتب اجزاء نفس است به نحوی که بعضی از آنها بر طبق حکم طبیعت تابع بعض دیگر شوند و برعکس پیدایش ظلم از آنجاست که در این سلسله مراتب ترتیب تابع و مطبوع مخالف با حکم طبیعت باشد. گفت: این کاملا درست است. گفتم: پس ظاهرا در تعریف حسن و عیب باید چنین گفت که تندرستی و زیبایی و سلامت نفس حسن است و بیماری و زشتی و ضعف نفس عیب. گفت: راست است. گفتم: درستکاری موجب پیدایش حسن است و نادرستی موجب بروز عیب. گفت: البته. گفتم: اکنون به نظر من آنچه باقی مانده این است که معلوم کنیم کدام یک از این دو طرز رفتار سودمند است، یکی دادگری و درستکاری و عمل به عدل صرف نظر از اینکه شخص مشهور به عدل باشد یا نباشد، دیگر بیدادگری و عمل به ظلم به فرض مسئولیت از مجازات و احتراز از ریاضت نفس. گفت: اما ای سقراط، به نظر من این تحقیق دیگر حالا بی‌معنی است، زیرا آنگاه که انسان تندرستی خود را یک باره از دست داده باشد، زندگانی بر وی طاقت فرسا می شود ولو هنوز بتواند هر چیز بخورد و بیاشامد و از همه مزایای دولت و قدرت برخوردار شود. پس چگونه ممکن است که وقتی اصل و اساس زندگانی انسان که روح او است مغشوش و فاسد شده باشد، زندگانی برای وی قابل تحمل باشد ولو هنوز توانایی همه کار جز رهایی از عیب و ظلم و اکتساب عدل و حسن داشته باشد؟ حتی این بیان از آنچه درباره چگونگی عدل و ظلم گفتیم پیداست. گفتم: آری، این تحقیق همانطور که میگویی زائد است، اما چون اکنون نزدیک است به محلی برسیم که در آنجا حقیقت مطلب را به چشم خود با روشنایی تمام مشاهده کنیم، حیف است که در این موقع از پا درآییم. گفت: آری، حق با توست. گفتم: پس پیشتر بیا تا به تو نشان دهم که به عقیده من چندین نوع وجود دارد، یا لااقل انواع آن که قابل ملاحظه است کدام است. گفت: من با تو هستم، مطلب را بیان کن. گفتم: این مباحثه ما را به محل مرتفعی رسانیده است که از آن چشمانداز میتوان دید که حسن فقط نوع واحد است ولی عیب انواع بیشمار دارد که از میان آنها چهار نوع مخصوصا قابل ملاحظه میباشد. گفت: مقصودت چیست؟ گفتم: به همان تعداد که حکومت انواع متمایز دارد، ظاهرا نفس انسانی نیز به همان تعداد انواع مختلف دارد. گفت: آن تعداد چیست؟
گفتم 5 نوع حکومت داریم و 5 نوع نفس. گفت آنها را بیان کن. گفتم 1 نوع همان حکومتی است که طرح کردیم که در حقیقت نوع واحد است، ولی که میتوان 2 نام بر آن اطلاق کرد، زیرا اگر شخص واحد ممتازی بر دیگران حکومت کند آن را سلطنت گویند، ولی اگر زمام امور در دست چند نفر باشد آن را حکومت اشرافی خوانند. گفت راست است. گفتم پس این 2 نوع در حقیقت یکی است، زیرا زمامداران اگر به طرزی که گفتیم تعلیم و تربیت یافته باشند قوانین اساسی شهر را تغییر نخواهند داد، چه متعدد باشند چه واحد. گفت راست است.